به نام خدا. سلام. پیاده سازی ساختمان داده ها با کلاس. توی درس سی پلاس پلاس مبحث مفاهیم پیشرفتی سی پلاس پلاس که آموزشش رو توی فرادرس میتونید تهیه کنید با مفاهیمی مثل کلاس، ارسبری، توابع و کلاس های فرند و قالب ها اینا آشنا هستین. اگر آشنا نیستین خب باید ابتدا با اون مفاهیم آشنا بشین، بعد این فصل رو دنبال کنید. من برای که مخاطبینی که با سی آشنا هستن و با مفاهیم شیگرایی آشنا نیستن، این مطالب رو جدا کردم و تحت یک فصلی به نام فصل 15 خدمتون دارم ارائه میدم که مطالب در واقع تفکیک شده باشه. پس این فصل مختص کسایی هستش که با مفاهیم شیگرایی در سی پلاس پلاس از قبل آشنا هستن. لیست پیوندی. ابتدا من لیست پیوندی رو حالت یه طرفش رو با کلاس پیاده سازی میکنم و بعد که با لیست پیوندی آشنا شدیم، صف و پشته رو به کمک لیست پیوندی پیاده سازی خواهم کرد و بعد از اون درخت رو بررسی خواهیم کرد و همه این پیاده سازی که اینجا انجام میدیم با کلاس هستش. من ابتدا یک تعریفی میکنم به نام تمپلیت کلاس تی که از این به بعد اینو به عنوان پیش‌فرض در نظر بگیرید که این قالب رو ما داریم. کلاسی رو داریم برای لیست نود که این کلاس شامل یک کلاس دوستی هستش که به نام کلاس لیسته و با اون آشنا میشیم تو اسلاید بعد، و دو عضو اعضای پرایویت و پابلیکش اینجا مشخص شده. همطور که میدونین ما وقتی یک لیست پیوندی یک طرفه رو میخواییم در واقع پیاده سازی بکنیم، این لیست تشکیل شده از تعدادی گره که گره ها یا نود های ما شامل دیتا هستند و شامل نکس که اشارگری است به گره بعدی، که اینها رو به عنوان این دیتا و نکس رو به عنوان اعضای پرایویت کلاس میگیریم که دیتا از نوع تی هستش که اینجا تعریف کردیم و نکس هم اشارگری است به این عبارتی که اینجا دارید میبینید، یعنی اشارگری است به خود اون کلاسی که هستیم، یعنی به یک گرهی مثل خودش. ما توی استراکچر هم که به جای کلاس کلمه استراک میذاشتیم تقریبا شبیه این تعریف میکردیم. اما اونجا که استراکچری پیاده سازی کرده بودیم لیست رو، دیگه اعضای پرایویت و پابلیک و اینا تعریف نمیکردیم و این تابه ها هم داخل استراکچر تعریف نمیکردیم. خب کلاس خیلی شبیه استراکچر دیگه، فقط توی کلاس ما اعضای پرایویت داریم، پابلیک داریم و تابه هامون هم میایم اینجا تعریف میکنیم و امکاناتی که وجود داره. خب اینجا یک سازنده من دارم، این لیست نود چون هم اسم کلاسم هستش یک سازنده هستش که اینجا تعریفش رو نوشتم، بدنه خالی داره و کارش اینه که در واقع یک عددی رو در قسمت دیتا قرار میده و صفر رو در نکس قرار میده، یعنی وقتی که شیئی ساخته میشه و سازنده خود به خود صدا زده میشه این اتفاق میفته. و تابع گت دیتا رو داریم که این تابع گت دیتا همینطور که اسمش با خودشه دیتا رو برای من برمیگرد. پس کلاس لیست نود من شامل دو عضو خصوصی و دو عضو عمومی بود که مشاهده کردیم. حالا لیست پیوندیمو که میخوام پیاده بکنم، گفتیم که لیست پیوندی تشکیل شده از تعدادی گره و ما آدرس گره اول و آخر رو نگهداری خواهیم کرد. مثلا اگه این یک لیست یک طرفه باشد که مثلا 4 تا گره دارد و دیتای اولش 5, 2, 8, 3، من آدرس این گره رو first و آدرس این گره رو last در نظر میگیرم. first و last رو به عنوان اعضای خصوصی کلاس لیستم میگیرم. تابعی به نام get new node دارم و توی اعضای پابلیکم یک سازنده دارم، تابعی دارم هم نام همین کلاس و این هم مخرب من هستش که حالا جلوتر میگم کارشون چیه. و تابه هایی داریم اینجا برای درج در ابتدای لیست، درج در اول، اگه من بخوام گره ای رو درج بکنم به اول این لیست از این تابه استفاده میکنم، درج در اول، این درج در انتهای، درج در آخر لیست ماست. این دوتا حذف هستن، حذف از اول، حذف از آخر، از تابه های درج و حذف رو داریم و اینجا چک میکنه این تابه ایز امتی، چک میکنه که لیستم خالی هست یا نه و پرینت هم دیتا ها رو نشون میده. مثلا این پرینت رو اگه من این لیست من صدا بکنم
می شود 5 و 2 و 8 و 3، یعنی دیتاهای این لیست رو برای من چاپ می کنه. پس کلاس لیست من شامل این 3 عضو پرایویت و این اعضای پابلیک هستش. پس من با توجه به این موضوع ها حالا تابه هام رو خواهم نوشت. اینجا هم که تی رو دارید مشاهده می کنید، اینو در اسلاید قبل گفتیم که یک قالبی بود که ابتدا تعریف می کنید. و در همین ادامه کار کلاسی که ما داشتیم، کلاس لیست، سازنده و مخربش رو اینجا من آوردم خدمتون. این همون مخربش هستش و اینجا سازنده هستش. در مخرب به این صورت کار میکنه که میگه اگه لیست من خالی نیستش، بیا از اول لیست برو به سمت انتها، فرست رو بذار توی سی. سی منظورش اون گره جاری ما خواهد بود، کارنت ما هستش. فرست رو میذاره توی سی تا وقتی سی نال نشده، سی رو بذار توی تی، دیتای تی رو چاپ کن و برو جلو و دیلیت کن تی رو. این باعث میشه که در انتهای کار تمام گره هامون رو، دیتاهاش رو به ما میگه چی هستش و تک تک اونا رو هم دیلیت میکنه و یه پیغام میده که تمام گره ها دیلیت شد. پس ما برای که فضاهایی که نیو کردیم رو در انتها پس بدیم، از مخرب استفاده میکنیم که توی مخربمون این کار رو انجام میده. سازندمون هم به این صورته که میاد بدنش خالیه، سازنده که اسمش لیست هستش و مربوط به کلاس لیست هستش، این دو کلونی که اینجا میبینید حوزه رو داره نشون میده، این نام تابه من هست، این نام کلاس من هستش. ما اگه یادمون باشه اینطوری برنامه نویسی میکردیم دیگه، نام کلاس رو میذاشتیم، نام تابع میذاشتیم و اینجا دوتا دو نقطه یا کلون قرار میدادیم. اینجا میگه first رو و last رو صفر کن، یعنی در ابتدای کار که شیء تعریف میکنی و سازنده خود به خود صدا زده میشه، first و last صفر خواهند بود، به معنی نال بودن. ایز امتی هم کارش اینه که این تابعی هست باز مربوط به کلاس لیست که خروجیش بولیانه، فالس و ترو به ما میده و اگر فرست من صفر باشه ترو میده، در غیر این صورت فالس میده. پس با نگاه به اینکه فرست صفر هست یا نیست معلوم میشه لیست خالیه، چون در لیست خالی فرست برابر صفره. تابع get new node هم که داشتیم کارش این هستش که نودی رو برای ما برمیگردونه، که اینجا میگیم که این لیست نودی که اینجا مشاهده میکنید همون کلاسی بود که در ابتدا تعریف کردیم که شامل دیتا بود و نیکس بود، که اینجا اون ورودی که بهش میدیم رو در قسمت دیتا قرار میده. پس get new node کارش اینه که برای ما در واقع یک گری رو ایجاد میکنه و اون آیتم و عددی که دادیم رو در اینجا برای ما مینویسه. پس این تابه‌هایی بود که مربوط به کلاس لیست بود که اینجا مشاهده کردی. خب درج در لیست رو با هم بررسی کنیم. درج در ابتدای لیست، درج در انتهای لیست. این دوتا تابه مربوط به کلاس لیست هستند و میبینید که خروجی هر دو هم ویده و ورودی داره به نام آیتم که قبلش امپرسن گذاشتیم، یعنی مقدار جدیدش هم برمیگردونه، کال بای ریفرنسه. برای درج در ابتدا به این صورت کار میکنه که اگر من یک لیست پیوندی داشته باشم به این صورت که مشاهده میکنید، من اگر بخوام گری رو به این لیست اضافه کنم چه عملی باید انجام شه؟ این فرست و لست رو شما داریم و یک گری جدید رو میخوام به این گره های لیست اضافه کنم و اون گره همین گری قرمز رنگ. و این آیتم عددیه که من قرار خواهم داد در قسمت دیتای این گریه جدیدم. خب یک n اشارگری رو تعریف میکنم به کلاس لیست نودم. لیست نود من شامل نودی بود که دیتا داشت و نکست و تابه های مربوطش، و این با تابه get new node این عمل انجام میشه، یک گره ایجاد میشه. آیتم مثلا اگر عدد 5ه، اینجا 5 نوشته می شود و اسم این گره اینه. اگر لیست من خالی هست اون وقت فرست و لست رو این می کنه، یعنی وقتی من لیستی ندارم این گرهی که می خوام الان درج کنم می شود تک گره لیست. پس این لیست خالی گرهی که درج می شه تک گره لیست خواهد بود و این هم این هست،
هم فرست هم لسته، چون تگ گرفت فرست و لست هم همین n. اگر اینطوری نبود، یعنی لیست من خالی نبود مثل این لیست آبی رنگ، وقت n اشاره میکند به فرست، یعنی این n اشاره میکنه به فرست، یعنی آدرس فرست رو در قسمت next مینویسیم، این قسمت next هست، این قسمت دیتا، و بعد n رو در فرست قرار میدیم، یعنی این گره اسمش فرست خواهد شد، پس این دیگه فرست نخواهد بود. به این صورت ما درج در ابتدا رو انجام و همینطور درج در انتها بخوایم انجام بدیم. اگر یک لینک لیستی ما داشته باشیم به این صورت و بخوام گره رو به ته این اضافه بکنم، از این تابع استفاده خواهم کرد. این گرهی که اضافه می شود این گره قرمز رنگ هست. آیتم مثلا اگر در هفته قرار هفت در اینجا نوشته بشه، این هم نال باشه. یک گره به نام n با دستور get new node تعریف میکنم و آیتم در قسمت دیتاش میره. اگر لیستم خالی باشه و این گره من، پس میشه تگ گره لیست و فرست و لستم همین خواهد شد. اگر اینطوری نباشد، چون لیست من الان چند تا گره داره، میایم توی else و آدرس گره آخر رو چون دارم میگم last اشاره کند به n و بعد عمل آخر اینه که اسم این باید last شود و دیگه اسم این last نخواهد بود. پس این تابه‌های درج به ابتدا و درج به انتهای لیست بود که با هم بررسی کردیم. حذف از لیست رو بررسی کنیم. من میتونم از ابتدا یا از انتهای لیست حذف بکنم، از فرانتش یا از بکش. این دوتا تابه هم مربوط به کلاس لیست هستن و خروجیش هم از نوع بولین هستش، یعنی اگر موفق به حذف بشه ترو برمیگردونن، اگر نتونن حذف رو انجام بدن فالس برمیگردونن. لیست خالی خب مثلا حذف ازش بی‌معنیه و اون موقع فالس برمیگردونن. مثلا من یک لیستی دارم به این صورت و میخوام گره اول این لیست رو حذف کنم. طبق قراری هم که اینجا داریم، آدرس گره اول فرست و آخری هم لسته. اگر لیست خالی فالس برگردون. در غیر این صورت بیا یک متغیری مثل تی تعریف کن که فرست رو در اون قرار بده. اگر فرست و لست برابر بودن، اون وقت هر دو رو صفر کن. این به معنی اینه که اگر میخوای گره رو حذف بکنی و لیستت تک گره داره، یعنی لیست شما فقط یک گره داره، اون موقع همون یک گره رو بخوای حذف کنی، کافیه به جای فرست و لست مقدار صفر رو در اونها در واقع قرار بدی، یعنی نالشون کنی. در غیر این صورت باید چه کار کنی؟ فرست رو یه دونه جلوتر ببری. این معنیش اینه که فرست لینک، فرست نکست رو بذار توی فرست، که به جای نکست هم لینک هم میتونستیم ابتدا تعریف کنیم، یعنی فرست رو یه دونه جلو میاریم. پس دیگه فرست اینجا نخواهد بود و به گره بعدی اشاره میکنه. دیتای تی رو اینجا اگه دقت بکنی، فرست رو که در تی گذاشته بودیم، حالا دیتای تی رو توی آیتم میذاریم. مثلا اینجا اگه 8 باشد، آیتممون برابر 8 خواهد شد. پس این آیتم بعد از اینکه این عملیات انجام میشه، مقدار گره دیتای گره‌ای که حذف شده درش ذخیره میشه و تی دیلیت میشه و ترو رو برمیگردونه، یعنی تونستم عمل حذف رو با موفقیت انجام بده. و اگر از انتها هم بخوام حذف بکنم، باید من چکار کنم؟ باید وقتی من میخوام گره آخر رو حذف بکنم، میام چیکار میکنم؟ اگه لیست خالیه فالس رو برمیگردونم، در غیر این صورت میام لست رو در تی قرار میدم و میگم اگر فرست و لست برابر هستن، یعنی تک گره هست و لیست من فقط یک گره داره، اون یک گره رو حذف میکنم، یعنی فرست و لست رو صفر میکنم، حالا لیست من خالیه. اگر اینطوری نبود، میام فرست رو در تی قرار میدم و تا وقتی که تی نکستش به لست نرسیده، تی رو جلو میبرم. به این حلقه که تموم بشه، تی اشاره میکنه به گره قبل از لست من و من گره آخر رو که دارم به نام لست با این حلقه به قبل از اون رسیدم، گره قبل از اون، و با این دستور اون گره رو که اسمش تی میشود لست و بعد تی اشاره میکند به صفر، یعنی دیگه گره آخر به این اشاره نخواهد کرد و دیتای گره مورد نظر رو برمیگردونم و اون رو دیلیت میکنم گره رو. و اگر بخوام داده های لیست رو نمایش بدم، یعنی ببینم که چه دیتاهایی من در لیستم وجود داره، از این تابع استفاده میکنم. مثلا اینجا دوه،
هفته و شیشه، میخوام خروجیم باشه 2 7 6. این هست first و این هم last. تابعی به نام print مربوط به کلاس لیست استفاده میکنم. return نداره و چیزی رو به تابعی که فراخوانیش میکنه بر نمیگردونه. اگر لیست من خالی باشه پیغام میده خالی و بر میگرده. خب لیست خالی که دیتایی نداره. اگر اینطوری نباشه یک متغیر تی تعریف میکنم و فرست رو در اون قرار میدم و میگم تا وقتی تی صرف نشده دیتای تی رو بزن و برو جلو. پس 2 رو میزنه میاد اینجا، 7 رو میزنه میاد اینجا، 6 رو میزنه، بعد که میره جلو تی برابر 0 خواهد شد و به این ترتیب محتویات لیست من نمایش داده خواهد شد. حالا با این تابه‌ها که آشنا شدیم بریم تو محیط برنامه نویسی و یک برنامه‌ای بنویسیم تا از این تابه‌ها بتونیم استفاده کنیم. خب برای که وقتمون تلف نشه با تایپ، من ابتدا اینا رو تایپ کردم، یک مینی نوشتم و میخوام این تابه های درج در ابتدا و انتها، حذف از ابتدا و انتها رو برای این کلاس لیست پیوندیم عملی کنم. حالا ببینیم چطوری این کار رو انجام بدیم. قبلش من ببینین این توابعی که توی پاورپوینت توضیح دادم رو اینجا نوشتم و میبینید یک کلاسی داریم به نام لیست نود. این قالبا رو که تعریف میکنیم، بازم یادآوری میکنم که من با این فرض دارم اینا رو توضیح میدم که شما با مفاهیم شیگرایی که من در آموزش برنامه‌نویسی سی پلاس پلاس خدمتتون گفتم مبحث پیشرفتش آشنا هستیم. کلاس لیست نود من شامل این اعضای پرایویت و پابلیک بود که این تابه سازنده رو اینجا نوشتیم که کارش اینه که موقعی که گره‌ای در واقع ایجاد میشه اینفو در دیتا ذخیره میشه و صفر هم در نکست، یعنی یک گره اشارهگر نکستش نال خواهد بود، یک تگ گره که درست میشه و اون اطلاعاتی که داریم در قسمت دیتاش ذخیره میشه و تابع گت دیتا هم میاد دیتا رو به ما میده و این شد listnode.h. یک هدر فایلیه که ما اینجا تعریفش کردیم که اینجا میگیم اگر تعریف نشده listnode این هدر فایله listnode_h اونو تعریف کن. و حالا اینجا هم یک هدر فایلی به نام لیست داریم که این هدر فایل هم که تعریف میکنیم اگه تعریف نشده تعریفش کن و بیا حالا استفاده بکن. توی این هدر فایل لیستمون این هدر فایل قبلی که listnode.h هم هست رو ما اینکلود میکنیم، چون نیاز هستیه توی این کلاس لیست از اون کلاس لیست نود استفاده کنیم، چون فرست و لستی که ما داریم اشارگر به گره هستن و من گره رو با کلاسی به نام لیست نود معرفی کرده بودم. خب پس کلاس لیست من که لیست تشکیل شده از چندین گره که یکی از گره ها فرست یکیش لست هستش به این صورت تعریف میشه که اعضای خصوصی و عمومیشو با هم مشاهده کردیم و اون تابعی که تو پاورپوینت گفتم اینجا آورده شده. مثلا این سازنده هستش که سازنده ی لیست کارش اینه که فرست و لست رو صفر میکنه و مخرب لیست هم کارش اینه که تمام گره های لیست رو حذف میکنه و درج در ابتدا، درج در انتها و حذف از ابتدا و حذف از انتها دقیقا همون مدلی که تو پاورپوینت بود اینجا توضیح دادیم اینجا آورده شده. تابع ایزمتی که کارش اینه که برای لیست خالی ترو میده و گت نیو نود هم که یک نودی رو با دستور نیو برامون درست میکنه و اینجا هم پرینت محتویات لیست رو به ما نشون میده. خب این پس دوتا هدر فایل رو من توی پاورپوینت ها توضیح دادم. اینجا برنامه رو نوشتیم، برنامه‌ای که میخوام از این کلاسه استفاده کنه. خب یک منو درست میکنم. اولا یه اجرا بگیریم. اجرا که میگیریم یک منوی داریم با 5 تا انتخاب. اولیش درج در ابتدا. من اعداد 1 تا 5 رو که بخوام انتخاب کنم اول عدد 1 رو انتخاب میکنم به معنی درج در ابتدا. خب من یه عدد رو میدم، مثلا میگم عدد 12. خب الان جواب میده لیست یه دونه عضو داره به اسم 12. دوباره 1 رو میزنم و عدد 17 رو میزنم. الان لیست من شامل 2 گره هست. اولیش 17، دومی چیه؟ 12
هستش. به این صورت ما درج در ابتدا رو انجام میدیم. من الان اگه دوباره یک رو من بزنم و چهار رو بزنم، چهار به اول این لیست اضافه میشه و لیست من داره به این صورت گره‌هاش زیاد میشه. حالا اگر دو رو بزنم و بعد یک عدد رو وارد بکنم، مثلا 65، این 65 به انتهای این لیستی که داشتم اضافه میشه، چون دو به معنی درج در انتها. و حالا اگر من 3 رو بزنم، 3 به معنی حذف از ابتدای و باید این 4 حذف بشود، که میبینیم که چون میگه 4 حذف شد و لیست من میشه 17 12 65. و اگر گزینه 4 رو بزنم به معنی اینه که آخرین گره رو میخوام حذف کنم که 65 حذف میشه و لیست من شامل 17 و 12 خواهد شد. پس این به این صورت داره درست کار میکنه. 5 هم که بزنم، خروج رو که بزنم، اون دوتا گره 17 و 12 هم حذف میکنه، مخرب صدا زده میشه و اون دوتا گره 17 و 12 حذف میشه و پیغام میده همه گره ها حذف شد. این پس برنامه بود که ما نوشتیم. این اجراش رو مشاهده کردین. حالا ببینید منوش رو. این منوی بود که با دستور سیاه اینجا درست کردم. بعد یک حلقه دو وایلی ما داریم که عددی از 1 تا 5 رو شما وارد میکنید. با دستور سی این اون عدد رو میگیریم و بر اساس اون سویچ انجام میدیم که اگر 1 بود درج به ابتدا رو انجام میدیم. این در واقع میگه یه عدد رو بده و اون رو درج کن. این ایکسی که اینجا میبینید و نمیشیم ایکس داد مثلا اسم تابه، این ایکس در واقع اینجا تعریف شده. ایکس از نوع کلاس لیست هستش که ما داریم، کلاس لیست. و این اینت هم یعنی دیتاهای ما از جنس اینتیجره. شما الان چون اینو در واقع با قالبای مختلفی میتونی کار بکنی، اینجا میتونی اینو دابل کنی و حالا عددهای اعشاری وارد بکنی. و اگر 2 رو وارد بکنم، درج در انتها رو من برام اینجا پیاده سازی میکنه. و اگر 3 رو وارد کنیم، حذف از ابتدای لیسته، x.remove from front. و اگر 4 رو من بزنم، حذف از آخر لیست رو برام انجام میده. و اگر عدد 5 هم بزنم که به معنی در واقع خروج بود که عمل خروج رو انجام بعد بدیم و در انتها که برنامه تموم میشه در واقع مخرب فراخوانی میشد و طبق داستانی که ما تو مخرب داشتیم توی این مثال، همه گره های لیست که باقی مونده بود برامون حذف میشد. صف ساختمان داده بعدی که میخوام پیاده سازیش کنم با مفاهیم شیگرایی در سی پلاس پلاس صف هستش. ببینید با صف که آشنا هستین، من این صف رو اگر بخوام پیاده سازی بکنم به این صورت میتونم این کار رو انجام بدم که یک متغیری مثل کیو تعریف میکنم. این کیوتی که اینجا میبینید و من این رو به عنوان یک قالب که نوع صف هستش تعریف کردم اینجا. و این عضو کیو صفی که من دارم عضو خصوصی کلاس صف من هستش و اعضای عمومیش هم همینطور که مشاهده میکنید درج در صف هستش، حذف از صف هستش و چک بکنه صف خالیه، بررسی خالی بودن هستش و چاپ یا نمایش داده های صفمون هست. ببینید من اگر بخوام صف رو پیاده سازی کنم به کمک لیست پیوندی، اگر این نشون دهنده یک صف باشد، لیستمون اگه یادتون باشه گره اولش فرست بود، گره آخرش لست بود، این لیستی که صفمون بر اساس اونه. وقتی من میگم درج کن در صف، در واقع انگار میخوام درج در انتهای لیست انجام بدم، چون تو صف به این صورت دیگه شما وقتی وارد یه صف میشین میخواین نون بگیرین، کجا میرین؟ میرین ته صف وای میسین. پس درج در صف همون درج به انتهای لینک لیستمون بود که نوشتیمون رو. و این کیو دات اینزرت بک رو صدا میکنیم با مقدار دیتایی که میخواییم توی قسمت دیتای اون گره باشه و این کار رو برای ما انجام میده. حذف از صف بخوام انجام بدم، از ابتدای صف این اتفاق میفته، پس حذف از ابتدا رو من صدا میکنم. پس ما توی لینک لیست اگه یادتون باشه دو جور حذف داشتیم، حذف از اول، حذف از آخر.
حذف از صف همون حذف از اول لینک لیسته که من صدا میکنم. بررسی خالی بودن صف رو میخوام داشته باشم، همون بررسی خالی بودن لیست رو صدا میکنم. همون تابع این کار رو برای من انجام خواهد داد و اگه بخوام محتویات صفم هم چاپ کنم، همون تابع پرینتی که نوشتیم و توی لینک لیست استفاده شد رو صدا میکنم و به این صورت کلاس صفم رو تعریف میکنم. البته من میتونم از خاصیت ارسبری هم استفاده بکنم. این پرایویتی که اینجا میبینید میگه که کلاس صفی دارم که ارث میبره از کلاس لیست و اینجا پس ما اگر یک کلاس لیستی رو قبلا باش آشنا شده بودیم، حالا یک فرزندی داره به نام کوی یا صف، در واقع همه ویژگی های اون لیست رو داره به صورت پرایویت از نوع ارثبری پرایویت ارثبری رو انجام خواهیم داد. که ارثبری ها اگه یادتون باشه چندین مدل بود که اگر باز میگم که فراموش کردین یا آشنا نیستین، بهتره مبحث ارثبری رو در آموزش پیشرفته C++ که تحت عنوان شیگرایی نگاه بیاندازیم. پس ما میایم ارثبری رو انجام میدیم و اینجا دیگه اگه نگاه کنی من صف و یک متغیر مثل کیو تعریف نکردم مثل سلاید قبل که بعد به کمک کیو دات بیام توابع لینک لیست رو صدا بکنم و تابعی که میخوام درج بکنم در صف یا حذف بکنم از صف یا چک کنم خالی بودن یا پرینت کنم اطلاعات رو به این صورت هست که باز میبینید که همون تابعی که اونجا داشتیم رو صدا کردیم. مثلا درج در صف اگه میخواستم انجام بدم، اومدم درج در انتهای لینک لیست رو انجام دادم، یا حذف از صف حذف از اول لیست بوده. فقط اینجا گفتم که قبل از این تابع ننوشتم q.in، اینجا این کار رو انجام ندادم، از خاصیت ارثبری استفاده کردم و به این صورت کلاس صفم رو میتونم پیاده سازی کنم. حالا بریم این مفاهیم رو در محیط برنامه نویسی چک کنیم. خب در یک هدر فایلی به اسم کیو کامپوزیشن کتاب دایتل اومده این کلاس صف رو تعریف کرده که حالا یه تغییرات کوچیکی من انجام دادم، ماهیت کار همونه و کلاس صف به این صورته که صفی به اسم کیو تعریف میکنه و اینجا توابع درج و حذف و بررسی خالی بودن و چاپ محتویات صف رو داریم که به کمک این متغیر کیو میاد این تابه ها رو صدا میکنه. این یک شیئیه که تعریف شده و حالا من توی مینم که اسمش همون صف کوی یا صف هستش، میام این هدر فایل کوی کامپوزیشن رو که تعریف کلاس صف وجود داشت رو اینکلود میکنم و بعد حالا مینم رو مینویسم. یک متغیری مثل کیو در نظر میگیرم و میخوام اعدادم کیو تایپ هم اینتیجر باشه. این کیو تایپتون رو میتونید دابل کنید و اینجا عددهای دابل بدید. خب من میام اعداد 5 و 8 و 2 و 3 رو توی صف درج میکنم. بعد با دستور print کیو محتویات صف رو نشون میدم و بعد به کمک این حلقه‌ای که اینجا هست هر چی توی صف هست رو حذف میکنم و نشون میدم. خب پس اجرا بکنیم ببینیم خروجی چیه. خب همینطور که گفتم 5 و 8 و 2 و 3 رو به صف که اضافه بکنیم، این صفمون هست 5 8 2 3 که 5 ابتدای صفه و 3 انتهای صفه. این در واقع یک لینک لیستیه که 4 تا گره داره. وقتی من میخوام از این لیست حذف انجام بدم، چون مثل صف دارم بهش نگاه میکنم، اول بعد 5 بیاد بیرون. پس بعد از اینکه این حلقه کار میکنه و حذفی رو انجام میده و بعد نمایش رو خواهیم داشت، این صفمون 823. یه بار حذف 8 حذف میشه، یه حذف دیگه 2 حذف میشه و بالاخره 3 هم حذف میشه و پیغام میده که دیگه لیستتون خالیه. پس ما برنامه خیلی ساده ای رو براتون اینجا من نوشتم که خیلی ساده میتونم این کلاس رو تست کنم. این مینای کوچیکی که ما اینجا می نویسیم خیلی مفید خواهد بود، چون نحوه استفاده از این کلاس و شیهایی که ما تعریف می کنیم رو می تونید مشاهده کنید.
از حالا شما میتونید اینو گسترش بدید، کاری که دوست دارین رو انجام بدید. منطق داستان به این صورته که شما متغیری گرفتین از جنس کلاستون و کیو دات تابع مورد نظر عملش رو انجام میده، مثلا کیو دات این کیوی یا پرینت کیوی یا دیلیت کیوی کارهای مرتبط رو برای ما انجام میده. البته به جز این کیوی کامپوزیشن دات اچ که کلاس صفمون رو داخلش دیدی، من یک هدر فایل دیگه ای داشتم برای صف که اون یکی تابع صف رو که در واقع به صورت ارسبری تعریف کرده بود صف رو اینجا هم نوشتیم. این کلاس صفمون رو تعریف کردیم، ارس برده به صورت پرایویت از کلاس لیست که دیگه اینجا اون عضو پرایویت رو نداشت که مثل اینجا یک عضوی مثل کیو تعریف کردیم تو پرایویت، اینجا ما نداریم و همون مستقیمن تابه‌هایی که توی لیست بود رو صدا می‌کنیم برای عمل مورد نظر. این هم کلاس کوی ما هست از نوع ارسبری که میتونی حالا یه تکه برنامه هم بنویسی توی این مینی که داری یا اینجا تغییراتی بدی که از این استفاده کنه. اینجا ما این کلودی که کردیم از کوی کامپوزیشن بود، یعنی از این کلاس کوی بود. شما میتونید حالا از این کلاس استفاده لازم رو ببری و اون رو اینکلود کنی و برنامه رو یه تغییراتی بدی. پشته، من میخوام اینجا پشته رو با لینک لیست پیاده سازی بکنم. میدونیم پشته و صف هم با آرایی قابل پیاده سازی هستن هم با لیست پیوندی. من چون طبق بحث های کتاب دایتل دارم این فصل رو تدریس میکنم، در کتاب دایتل اومده پشته رو با لینک لیست پیاده سازی کرده، کلاسی براش تعریف کرده به نام استک و اینجا اعضای خصوصیش در واقع یک متغیری مثل اس که این اس معرف همون پشتمونه که یک لیست پیوندیه و نوع داده هاش هم استیه که استی همون استک تایپه، مثلا میتونه اینتیجر یا دابل باشه. تابع پوش رو داریم درج در پشته، تابع پاپ رو داریم حذف از پشته، تابع بررسی خالی بودن رو داریم و تابع چاپ داده های لیست رو داریم. دقت بکنید که وقتی من میگم پشته یا استک، یک لیستیه که درج و حذف از ابتدای آن انجام میشه. یعنی اگر من یک لینک لیست داشته باشم و نگاهی که به این دارم نگاه پشته ای هستش، این فرست من هست و این لسته، وقتی میگم عنصری رو به این لیست پوشگان، باید به ابتدای این لیست عنصری اضافه بشه. و وقتی میگم عنصری رو از این لیست پاپ کن، باید اولین عنصر، اولین گره اون حذف بشه. همینطور که یادتون هست، من پشته رو که به این صورت با آرایه نشون میدادم، مثلا شامل عدد 2 و 5 بود، میخواستم چیزی رو پوش کنم توش، پوش میشد بالا اینجا قرار میگرفت و وقتی میخواستم پاپم بکنم همین عنصر پاپ میشد، یعنی درج و حذف در یه سمت اون انجام میشد و اون سمت رو ما اول لیست قرار دادیم. پس وقتی میگم پوش کن، درج میشه در ابتدا. همین درج در ابتدا که برای لینک لیست بلد بودیم رو فراخوانی میکنم به کمک متغیر اس. وقتی میخوام پاپ بکنم، حذف از ابتدا رو فراخوانی میکنم. میخوام بررسی کنم پشت خالی هست یا نه، همون بررسی خالی بودن برای لینک لیست رو صدا میکنم و اگه بخوام دیتاهای استکم رو چاپ بکنم، همون تابع پرینت که برای لینک لیست ابتدای این فصل گفتم رو صدا میکنم. البته ما میتونیم از خاصیت ارسبری هم استفاده بکنیم و بگیم کلاس پشته از کلاس لیست صف در واقع ارث میبره. پس من یک کلاسی دارم به اسم استک از به صورت پرایویت از کلاس لیست ارث برده و این تابه‌هایی که داریم رو اینجا باز مینویسیم. این 4 تا تابه پوش و پاپ و ایز استک امتی و پرینت استک که اینجا اگه نگاه کنی دیگه متغیری مثل اس تو قسمت پرایویت تعریف نکردم و تابه‌های مربوط به لیست رو مستقیماً بدون کمک از یک شی فراخوانی کردم. این نوع پیاده سازی هم
وجود داره و من الان حالا با یک مثالی در محیط برنامه نویسی از این کلاس استک استفاده می کنم. خب در محیط برنامه نویسی C++ هستم و اینجا میگم اگر تعریف نشده این هدر فایل تعریفش کن و همچنین هدر فایل لیست رو هم اینجا اینکلود میکنم. من کلاس استک رو تعریف میکنم. قبلش هم قالبی تعریف کردیم برای استک تایپمون و توی قسمت پرایویت متغیر S رو تعریف کردم که یک نوع لینک لیست هستش و قرار برخوردمون با این لینک لیست نگاهمون برخوردمون پشته ای باشه. یعنی وقتی میخوایم چیزی رو در این لینک لیست قرار بدیم که بهش میگیم پوش، همون درج در ابتدا باشه و وقتی میخوایم چیزی رو از لینک لیستمون برداریم که بهش میگیم پاپ، یعنی از ابتدای اون لینک لیست حذف بکنیم. این مطالبی بود که توی پاورپوینت گفته بودم. حالا یک برنامه‌ای به نام استک اینجا آوردم که این هدر فایلی که اینجا داریم به اسم استک کامپوزیشن رو اینکلود کردم در ابتدای این و مین خیلی ساده ای نوشتم که توی مین خیلی ساده شما مشاهده میکنید که در واقع متغیر S رو از جنس همین کلاس استک تعریف کردم، کلاس استکی که توی این در واقع هدر فایل وجود داره که ما اینکلودش کرده بودیم و بعد حالا میام 4.2.7 رو پوش میکنم و بعد میگم حالا ببینیم چه اتفاقی افتاده، به من نشون بده و بعد میگم یه پاپی انجام بده و بعد میگم که محتویاتش رو نشون بده چه شده، یه پوش دیگه هم انجام میدم، خروجی که بگیری مشخصه که چطوری داره کار میکنه برنامه ما. خب الان اگر دقت کنین اول 4 بعد 2 بعد 7 در این پشت قرار گرفته، پس ما یک لینک لیست داریم به صورت 7 2 4، چون وقتی 4 رو وارد کردیم بعد که 2 اومد، 2 اومد اول لیست، بعد که 7 اومد، 7 اومد اول لیست و الان این لیست ما خط بود که وقتی میگیم پاپ کن یعنی حذف بکن از اول لیست، پاپ رو انجام میده بعد نشون میده که لیست چه شکلی هست، شده 2 4. اگه یه پاپ دیگه ای بکنی و محتویات لیست رو نشون بدی فقط 4 رو نشون میده و بعد یک 6 رو پوش میکنم که به ابتدای لیست اضافه میشه و میگم با پرینت استک نشون بده وضعیت چی شده. پس من 3 تا عدد درج کردم، محتویات پشت رو نشون دادم، یه دونه حذف کردم، بعد دوباره یه 6 درج کردم و به این صورت یه کد آزمایشی تستی ما نوشتیم که بتونیم از این کلاسمون استفاده بکنیم. درخت جستجوی دودوی یا باینری سرچ تری، با این درخت که آشنا هستین. چطوری بود این درخت؟ این درخت به این صورت بود که اگه یادتون باشه مقداری که در ریشه مثلا قرار میدادیم مثلا 10 از مقداری که در فرزند چپ بود بزرگتر بود، از فرزند راست هم کوچکتر بود و این داستان در تمام قسمت‌های درخت صدق می‌کرد. یعنی اگه من بخوام برای یه فرزندی بذارم، اینجا عددی که میذارم از 5 باید بزرگتر باشه و چون سمت چپ 10 هست از 10 هم باید کوچکتر باشه، پس میشه 7، بزرگتر از 5، کمتر از 10. تکراری هم نداشتیم. به این صورت ما در واقع درخت BST رو داشتیم که من میخوام این رو پیاده سازی کنم با مفاهیم کلاس با توجه به صحبتایی که توی کتاب دایتل انجام شده. در این کتاب دایتل یک کلاس تعریف کرده برای نودهای درخت و گفته هر نود درخت رو اگر یادتون باشه 3 قسمت هست. یه قسمتش که همون دیتا هست، یه قسمتش اشارهگر به زیر درخت چپه و یکیش هم اشارهگر به زیر درخت راست که اینها در واقع میشه اعضای پرایویت کلاس من. انتی هم همون نوع گره من هستش که ما اینجا داریم. بعد پس دیتا با لفت و رایت رو تعریف میکنیم که این لفت و رایت اگه نگاه بکنی خودشون اشارهگرهایی هستن به نوع همین کلاس، یعنی تری نود اینجا نوشتیم، اینجا هم تری نود هست. دیتا هم میتونه از جنس اینتیجر باشه، دابل باشه. این انتی که اینجا نوشتیم نود تایپ رو شما میتونید حالا توی کد نویسی اینتیجر یا دابل یا نوعهایی که دوست دارین استفاده کنین. یعنی یه قالب تعریف کردیم که بتونین در واقع انعطاف بیشتری داشته باشین. در پابلیکش دو تا تابع وجود داره، یکی تری نود که سازنده هستش، اسم کلاس من تری نود، اسم این تابع هم تری نود هستش، پس این سازنده من هستش که کاری که انجام میده اینه که مقدار دهی اولیه میکنه.
یک ورودی مثل دی داره میذاره توی این دیتا و در لفت و رایت هم صفر میذاره، معرفه همون نال هستش. get data هم کارش اینه که این دیتا رو به ما میده، یعنی وقتی تا به get data فراخوانی میشه اون عددی که اینجا نوشته شده رو به عنوان خروجی به ما برمیگردونه. پس ما کلاس تری نودمون به این صورت تعریف میشه. حالا در ادامه کلاس تری رو میخوام تعریف بکنم، یعنی یک درخت رو میخوایم داشته باشیم. درخت تشکیل شده از یک ریشه که ریشش از جنس در واقع اشارهگر به یک تری نوده، چون ریشه خودش یک گره هستش. این تری نودیه که تو سلاید قبل تعریف کردیم. یک تابعی به نام F دارم که حالا از این تابع F به عنوان یک تابع کمکی تو کارم استفاده میکنم، جلوتر میگم. یک تابعی هم دارم به اسم این اوردر هلپر. من میدونم که پیمایش این اوردر درخت BST باعث سورت شدن اون میشه، پس در واقع میخوام یه جورایی برنامه تری سورت رو بنویسم. و اینجا هم اعضای پابلیک من شامل یک سازنده است به نام تری که این سازنده کارش اینه که روت رو صفر میکنه. پس ابتدا در واقع وقتی میخواد فراخوانی بشه شیء از این کلاس ساخته بشه، روت صفر میشه. تابع درج گره داریم و تابعی به نام این اوردر داریم. حالا شما میتونید پیمایش‌های دیگه‌ای هم اضافه کنید. و ما اینطوری کلاس درخت رو تعریف میکنیم با سه عضو خصوصی و سه عضو عمومی. خب من این تابه ها رو اینجا هم براتون آوردم. تابعی که میخواد گره رو درج بکنه، این تابه از تابعی به نام F استفاده میکنه که کاملا اینجا آورده شده. من دیگه خیلی وارد جزئیات این نخواهم شد. شما یادتون هستش که اگر یک درخت BST داشتید، مثلا به این صورت، اینجا اگر 8 باشه این 2 باشه 12 باشه و اینجا 10، الان خاصیت BST رو دارد. اگه من بخوام گری رو اضافه بکنم چه باید بکنم؟ تابع insert node کارش اینه که یک ولیو میگیره. مثلا میخوایم چه عددی رو اضافه بکنیم؟ مثلا میخوایم 5 رو اضافه بکنیم. میاد تابع F رو صدا میکنه که ریشه درخت با عدد 5 رو به این تابع F میدیم. تابع F میاد میگه که اگر ریشه درخت مقدارش 0 هستش، یعنی خب درختمون گره‌ای وجود نداره از قبل براش و این تگ گره 5 تگ گره درخت خواهد شد و میاد یک نیو انجام میده و این گره تنها رو ایجاد میکنه به عنوان یک درخت. اگر نه درختی داشته باشیم و پیمون صرف نباشه، مثلا چنین حالتی داشته باشیم، این 5 رو مقایسه میکنه با دیتای ریشه ما، چون این پی ما هستش، این عددش الان 8 و این هم 5. چون 5 از اون کمتر هستش، ما در واقع باید تابع رو ریکرسیو صدا بکنیم برای سمت چپ، چون 5 باید در چپ 8 اضافه بشه. اگر همینطوری نبود و ولیومون از دیتای ریشه بیشتر بود، میریم سراغ سمت راست. اگرم نه کوچکتر بود نه بزرگتر، یعنی مساوی بود، یعنی مثلا اگه 8 باشه و پیغام میده که داپلیکیشن اتفاق افتاده. و یادتون باشه توی درخت BST عدد تکراری نداریم و درجی رو انجام نخواهد داد. و برای پیمایش میان بندی هم تابعی به نام این اوردر داریم که خود این پیمایش ده این تابع این اوردر از یه تابع کمکی به نام این اوردر هلپر استفاده میکنه که این تابع اگه باش آشنا باشی، پیمایش این اوردر به این صورت بود که شما وقتی میخواستی یک درختی رو پیمایش این اوردر بکنی، اول میرفتی سراغ چی؟ زیر درخت چپ، بعد ریشه و بعد زیر درخت راست. به این صورت که اگر این مثلا درختمون باشه، خود اینجا یک زیر درخت داره، این هم یه زیر درخت. اول سمت چپ ریشه رو ملاقات میکردیم، حالا خود این باز به صورت بازگشتی کاراش انجام میشد، بعد میومدیم سراغ ریشه و بعد میرفتیم سراغ زیر درخت سمت راست. و چون درخت BST طوریه که زیر درخت سمت چپ مقادیرش همه ریشه کمتره و زیر درخت سمت راست مقادیرش همه ریشه بیشتره، وقتی BST رو پیمایش این اوردر میکنیم، یک نوع سورت هستش که بهش میگیم تری سورت و انتظار داریم که اطلاعاتمون از کوچیک به بزرگ مرتب شه. و اینجا همینو داره میگه که اگر اسم این تابع این اوردر هلپره یا هر اسمی دوست داری، یه بار برای چپ فراخوانی میشه و بعد مقدار دیتا زده میشه به ترتیب 1 2 3 و بعد میریم سراغ زیر درخت
راست. حالا بریم این توابعی که برای درخت BST نوشتیم رو در محیط برنامه‌نویسی یه تکه کد بنویسم که از اینها استفاده کنم. خب یک هدر فایل تعریف شد اینجا به نام treeNode.h که توش کلاس تری هست. دیگه توضیح نمیدم. کلاس treeNode هستش که توضیحاتش رو توی پاورپوینت گفتم که هر گره‌ای تو درخت دودویی شامل دیتا، اشاره‌گر چپ و راست هست و مسائل دیگرش. یک هدر فایلی به اسم تری داریم که تو اینجا کلاس تری هست که کلاس درخت شامل ریشه هستش که ریشه خودش یک اشاره‌گری است به کلاس تری نود. به خاطر اینجا ما این هدر فایل تری نود رو اینکلود کردیم و ما توی اعضای خصوصی کلاس تری در واقع تابع اف رو داریم که کمک میکنه برای ما توی درج و تابع این اوردر هلپر هم کمک میکنه تو پیمایش این اوردر و توی پابلیک هم یه سازنده داریم و درج یک گره و پیمایش این اوردر که این تابه ها رو اینجا آوردیم و توضیح دادم توی اسلایت ها. خب یک برنامه‌ای به نام تری سی پی پی اینجا نوشته شده که من اون رو میخوام در موردش صحبت بکنم. اینجا یک متغیری به اسم تی تعریف میکنم از جنس کلاس تری و داده هام اینتیجر میخواد باشه. یعنی وقتی ما کلاس تری رو داشتیم تعریف میکردیم اینجا گفتیم یک کلاس تری داریم که این template کلاس انتی، این انتی که اینجا نوشته بودیم و اینجا الان داریم با اینتیجر تعریف میکنیم. این انتی که اینجا هست پس در واقع میتونه نوعهای مختلفی باشه. یه بار با اینت تعریف میکنم، قسمت دوم برنامه به جای اینت دابل گذاشتم. اگر یه خروجی از برنامه بگیرم بعد کد رو توضیح میدم. 7 تا عدد صحیح میدم، مثلا 4 6 8 1 3 2 و مثلا 9. خب پیمایش این اوردرش رو به ما نشون میده، میگه 1 2 3 4 6 8 9. پیمایش این اوردر درخت BST سورت شده است که اینطور هست. قسمت دوم برنامه اینه که من 7 تا عدد اعشاری میتونم وارد کنم، مثلا 3.5، 1.6، 8.9، مثلا 3.7، 1.2، تکراری هم ندیم، و 5.6 و حالا 12.7 که میاد اینها رو مرتب شده به من نشون میده. این 1.2، 1.6، 3.5، 3.7، 5.6، 8.9 و 12.7 پیمایش این اوردر. این در واقع برای این من برنامه رو دوبار در واقع برای اعداد مختلف صحیح و اعشاری تریس کردم که در واقع یه تمرینی هم برای این قسمت تعریف قالب داشته باشیم. خب اینجا که 7 عدد رو توی محیط اجرا دیدیم که بعد وارد می‌کردیم، با دستور t.insertNode درخت BST مون داشت گره‌هایی رو بهش اضافه می‌شد و بعد که 7 در واقع عدد صحیح دادیم اینجا با این قسمت پیمایش این اوردر رو انجام دادیم. در قسمت بعد اومدم متغیری به نام dt تعریف کردم که از جنس کلاس تریه اما داده هاش از جنس دابل هستش و اینجا اومدم با این حلقه‌ای که اینجا داشتم 7 تا عدد رو از کاربر گرفتم و باشه BST ساختم و بعد با این دستورات پیمایش این اوردرش رو نشون دادم. ما این برنامه هایی که اینجا آوردیم خدمتون، بازم تأکید میکنم که از کتاب خیلی خوب دایتل من این فصل رو برنامه هاش آورده بودم، این فصل شیگرایی که ساختمان داده ها رو باش توضیح دادم. ها شما میتونید کدهای دیگه ای هم در واقع از منابع دیگه استفاده کنید، ولی با مطالعاتی که من داشتم تو این چند ساله به نظر من بهترین کدها و شسته رفته ترین کدهایی که وجود داشته این کدهایی بوده که تو کتاب دایتل هست و این دیگه حالا به سلیقه شما بستگی داره. کدهای ما دیدیم اینجا برای لیست پیوندی، صف و پشته و درخت. خب در اینجا هم مبحث شیگراییه و من میخوام یک گراف رو با مفاهیم object oriented پیاده سازی کنم. کلا میخوام اینجا پیمایش DFS رو یا عمقی رو انجام بدم. مثلا شما این گراف رو در نظر بگیرید، جهت دارم هست، مثلا از 0 به 1 فلش به سمت 1 و به این صورت این گراف ایجاد شده و با این دستوراتی که اینجا مشاهده میکنید میام 0 و 1 رو یک یالی ایجاد میکنم، بعد 1 و 2، بعد از 1 به 3، بعد از 2 به 4 و از 2 به 5 این
یالهای جهتدار رو با این دستورات ایجاد میکنم و بعد میگم پیمایش DFSش رو انجام بده. جی که شی هستش با 6 گره، یعنی گراف من هستش با 6 تا گره شماره های 0 تا 5 رو میگم که DFS رو روش پیاده سازی کن. من الان اگر خروجی اینو بگیرم، خب شما پیمایش DFS رو میشناسید و الان پیمایش DFS شده 0.1253، یعنی یه عمق رو میریم تا پایین 0.1245 به عمقش که رسیدیم. حالا برمیگردیم مسیر بعدی میریم 5 و برمیگردیم مسیر بعدی 1-3 هست رو میبینید، یعنی یک عمق از چپ رو رفتیم، تموم که شد یه پله میایم عقبتر میبینیم 2 مسیر دیگه ای داره تو راستش، اونم میریم، بعد برمیگردیم عقبتر تا میرسیم به 1 و یک هم مسیر دیگه‌ای که در راستش هست 3 هست رو می‌بینیم. حالا اگر به نظر شما یک یالی من ایجاد کنم از 4 به 3 پیمایشمون چه خواهد شد؟ وقتی شما از 4 به 3 یک یال ایجاد می‌کنید، وقتی تا 4 میرید، وقت ادامهش 4 به 3 خواهید رفت. و اون وقت میشه 0.1243 و بعد عدد 5 خواهد اومد. حالا این مباحث مربوط به پیمایش DFS که من واردش نمیخوام خیلی بیشتر بشم، توضیحات رو دادیم تو بحث گراف ها. من فقط میخوام اینجا بگم که اگر DFS رو بخوام با مفاهیم object oriented پیاده سازی کنم، یک کلاس تعریف میکنم به نام گراف که این V که عضو پرایویتش هستش تعداد رأس های گراف هست و این adjacency list، یعنی در واقع میخوام با لیست همجواری گرافم رو نمایش بدم. گراف رو میتونستیم با ماتریس همجواری یا لیست همجواری نشون بدم و اینجا این adjacency list این کار رو برای من انجام میده که این اینتی که اینجا گذاشتیم به معنی اینه که در نوع انتخابیمون اینتیجر هستش و این لیست هم که اینجا اینکلودش کردیم. تابع F به من کمک خواهد کرد تو بحث پیمایش DFS، هم یه تابع کمکیه و اعضای پابلیک هم یه سازنده هست، اسم کلاس گرافه، پس تابعی به نام گراف سازنده من هستش. تابعی اد هستش که یالی رو از V به W ایجاد میکنه و تابعی DFS هست که پیمایش DFS رو انجام میده. تابعها پایین اومده. این تابعی سازنده ما هستش که اینجا میبینید. ورودیش رو که تعداد رأسهای گراف هستش رو در V میذاره و همچنین یک آرایهی برای من یک فضایی درست میکنه به اندازه V و اون میشه adjacency list من. تابع add هم دوتا V و W که میگیره، میاد از V به W یک یالی رو ایجاد میکنه و این کار رو با دستور پوشبک انجام میده و تابع F من که تابع کمکی هستش میاد توی DFS فراخوانی میشه و اگر DFS رو نگاه بکنید یک ویزیتد داریم که ار گرهی که ملاقات میشه اینه گرایی مورد نظرش ترو میشه تا دوبار یک رس رو ملاقات نکنیم، از جنس بولیان هستش و به تعداد گره هامون در واقع فضا میگیریم و میایم ابتدا همه خونه های این آرای ویزیتد رو فالس میکنیم و بعد به کمک این حلقهی که به تعداد رس هامون هست میگیم اگر ویزیتد گرهی فالس بود تابع F رو برای اون صدا بکن و این تابع F در واقع همون پیمایش DFS رو برای ما انجام میده که برای اون گرهی که من میخوام ازش پیمایش رو شروع بکنم ویزیتتش ترو میشه، اون رأس چاپ میشه، نمایش داده میشه و بعد توسط این دستورات میاد عملیات پیمایش به صورت بازگشتی انجام میشه، یعنی تابع F دوباره صدا زده میشه تا عمق رو پیمایش بکنه و وقتی عمق که تموم شد میره مسیرهای بعدی هم پیمایش خواهد کرد و این در واقع یک نوع پیاده سازی DFS بود با کلاس که اینجا با هم مشاهده کرد. در انتها هم من STL رو معرفی بکنم. STL یه سری کتابخانه هستند که این کتابخانه های استاندارد قالب یا تمپلیت بعداً به C++ اضافه شد و خیلی به ما میتونه کمک کنه که من این ساختمان داده های صف و آرایه و پشته و اینا رو که لیست و اینا که باش ناشنا شدیم و الگوریتم هایی مثل باینری سرچ و میسورت و هیپسورت و خیلی از الگوریتم ها رو آماده تو این کتابخونه دارم و کافیه
هدر فایل مورد نظر رو ابتدای برنامه اینکلود کنم و از این ساختمان داده و تابه‌هایی که براشون نوشته شده استفاده بکنم و خیلی لذت بخشه که من اینجا فقط معرفیش میکنم، به این صورت که ما اگر مثلا بخوایم یک آرایه تعریف بکنیم، این آرایه‌مون رو میتونیم حالا به صورت وکتوری تعریف بکنیم یا همون با کلمه کلیدی array که بحث اینه که سایزش قابل تغییر باشه یا نباشه. مثلا من یک آرایه دارم با سایز ثابت 3 به نام x که در این x مقادیری که قرار میدم مثلا 1, 5 و 2 باشه. من اینطوری یه آرایه تعریف کردم. حالا با تابعی مثلا اگه بنویسم x.front پرانتز باز و بسته خالی، اگه من اینو cout بکنم، یعنی دستور cout رو قبلش بنویسم، این عدد 1 رو به من میده. اگه بگم cout کن x.back عدد 2 رو میده، یعنی اول و آخر آرایه رو به من میده. اگر من به عناصر آرایه بخوام دسترسی داشته باشم میتونم بگم x.at، حالا اندیس عنصر مورد نظر رو میدم. مثلا اگه 5 رو میخوام، این اندیسش 0، این 1، این 2، پس 5 اندیسش 1 هستش و من میتونم به این صورت به 5 دسترسی داشته باشم. و اگرم بخوام مثلا محتویات آرایه‌ام رو چاپ کنم، ما یک سری در واقع ایتراتورها یا تکرارگرها داریم. میایم ابتدا تعریف میکنیم متغیری از جنس تکرارگر رو که مثل پوینترها میمونه، به این صورت یک متغیر تعریف میکنم و اسمشو مثلا میذارم آی و حالا با این حلقه میتونم محتویات آرایه‌ام رو چاپ کنم. مدل های دیگه هم میشه چاپ کرد که حالا این یک نحوهیه که حالا شاید باش کمتر آشنا هستی، اینجا بد نیست نمونه ای ازش رو ببینی. میگم تا وقتی که به end نرسیده محتویات رو بزن. آی که ایتراتور من هست ابتدا به ابتدای آرایه‌ام، یعنی عدد 1 اشاره میکنه و میره جلو یه دونه یه دونه تا به end برسه. وقتی به end برسه حلقه تموم میشه. پس تا وقتی به end نرسیده این کار رو بکن. یعنی چی؟ ستاره آی رو cout کن. یعنی اول 1 چاپ میشه، بعد 5، بعد 2. و ما این ایتراتورها رو برای علاوه بر آرایه، وکتور، صف و پشته و لیست و اینا رو میتونیم تعریف بکنیم. و اگرم میخواین مثلا اندازه‌ای که آرایه‌ای که دارین در طول اجراتون تغییر بکنه و سایز متغیری داشته باشه، میتونین یک وکتوری داشته باشید که حالا اینجا دیگه سایز رو نمیدیم، میگیم وکتور که داده‌های داخلش اینتیجر هستن به نام وی. و اگر میخواییم مثلا چیزی رو توی این آرایه درج بکنی، میتونی با دستور پوشبک این کار رو انجام بدی. مثلا پوشبک کنی عدد 8 رو یا عدد دیگه هم میتونی درج کنی. باز با v.front و v.back عنصر اول و آخر رو میتونی پیدا کنی. v.size میتونی سایز بردارت رو متوجه بشی چقدر هستش. یا همون v.at یه اندیسی به عنصر مورد نظر دسترسی داشته باشی. و خیلی کارهایی که میشه هم تو آرایه و هم توی بردار انجام داد. درج و حذف و اطلاعات اینطوری رو ما میتونیم به راحتی داشته باشیم. و اگرم بخوام مثلا با صف و پشته کار بکنم، به این صورت من مثلا اگر یک پشته بخوام تعریف بکنم، مینویسم استک و مثلا داده های استکم میخوام اینتیجری باشه و اسم استکم رو اس میذارم. با s.push میتونم اعدادی رو توی پشتم بذارم، مثلا s.push 5 و اینطوری مثلا s.push مثلا 9، دو تا عنصر رو توی پشتم میذارم، یعنی پشته من 5 هست و 9. اگر من بگم s. مثلا top رو به من بده cout کن، این عدد 9 رو میده چون بالای پشته من عدد 9 هستش. و اگر استاد پاپ بکنم 9 رو از پشته خارج میکنه که من میتونم مثلا یه حلقه بنویسم و بگم تا وقتی که مثلا حلقه خالی نشده محتویات پشته رو چاپ کن به این صورت و هر چی تو پشته هست رو بیارم روی مانیتور به این صورت که مشاهده میکنید تا وقتی که پشته خالی نشده تاپ رو سی آوت بکن و بعد اون هم پاپ کن.
به این صورت الان 9 ابتدا میاد بیرون، 9 چاپ میشه و 9 از پشت حذف میشه، بعد 5 چاپ میشه و 5 از پشت هم حذف میشه و نهایت این حلقه یه پشته خالی خواهم داشت. ما به همین صورت میتونیم با صف ها هم کار بکنیم. یک متغیر تعریف بکنم از نوع صف، به این صورت که مشاهده میکنی حالا داده ها من باز اینتیجری بگیرم، اسم صفم کیو بذارم و با دستور پوش بیام عنصری رو اضافه کنم به صف، مثلا q.push7 و q.push مثلا 3. الان ما یه صفی داریم که 7 و 3 توی اون صف هستن. با فرونت و بک به عنصر اول و آخر میتونم دسترسی داشته باشم و سایز رو میتونم پیدا کنم و باز یه حلقه میتونم بنویسم و عناصر صفم رو در واقع نشون بدم، مثلا بگم تا وقتی که کیو در واقع خالی نشده، چون میخوام حذف کنم و نشون بدم در واقع میگم سی اوت کن کیو دات فرونت رو، الان 7 رو به من میده، و بعد کیو دات پاپ کن و اینجا الان 7 رو از صف خارج میکنه و بعد حلقه تکرار میشه، 3 رو به من نشون میده و بعد 3 رو از صف خارج میکنه و به این صورت ما به این راحتی میتونیم یه صف رو پیاده سازی بکنیم و همینطور میتونیم با لیستا کار بکنیم. میتونیم یک لیست تعریف بکنیم، مثلا اسمش رو بذاریم این لیست رو L و حالا با پوشبک عنصرهایی رو به لیستمون اضافه بکنیم. باز فرانت و بک میتونه اولی و آخری رو بده، مثلا اگه بگیم پاپ فرانت کن به ما اولین عنصر رو، در واقع اولین گره یه لیست رو حذف میکنه. اگه یک لیست داشته باشم مثلا شامل 5 و 6 و 7، برای من 5 رو حذف میکنه و فقط 6 و 7 میمونه. اگه بگم ال دات پاپ بک آخری رو حذف میکنه. اگه بگم ال دات ریورس به راحتی لیست معکوس میشه، مثلا میشه 7 6 5، یا ال دات سورت سورت میشه. یعنی خیلی راحت ما میتونیم یه لیست رو معکوس کنیم. یادتونه معکوس کردن چقدر داستان داشت؟ یا ال دات سورت راحت لیست رو سورت بکنیم. و حالا میتونیم باز دوباره برای همین یه دونه تکرارگر تعریف کنیم مثل آی و محتویات لیست رو این همونی که ما برای آرایه استفاده کردیم استفاده کنیم و نشون بدیم. لیستا حالا میتونه یه طرفه و دو طرفه باشه که حالا وارد جزئیاتش نمیشم چطوری پیاده سازی میشه. و همچنین در انتها هم بد نیست بدونیم که ما میتونیم الگوریتم هایی رو استفاده بکنیم، مثل جستجوی دودویی و مثل مثلا میر سورت و هیپ سورت، که اینا رو خب خیلی راحت شما وقتی میخواین جستجوی دودویی بکنید، مثلا یک آرایه تعریف میکنید و این آرایه‌تون رو مثلا حالا به این صورت هم مثل حالت‌های عادی تعریف میکنید، میتونید با وکتور و اینا رو در واقع آرایه رو تعریف بکنید. یه سری عددهای نامرتب به این آرایه میدین، 5 تا عدد میدین و بعد چون تو باینری سرچ ابتدا باید سورت بکنیم، میگیم این آرایه‌مون رو سورت بکن از آ تا آ به اضافه 5 شروع پایان رو میدیم و بعد میگیم اگر تابع باینری سرچمون رو صدا میکنیم، اگر باینری سرچ آ و آ به اضافه 5 سه تا ورودی داره، از کجا تا کجای آرایه دنبال چی هستی، مثلا ما دنبال 8 هستم، اگر 8 تو این آرایه وجود داره وقت تابع باینری سرچ تو رو برمیگردونه و ما یک پیغام مناسبی مثل فاند رو چاپ میکنیم و در غیر این صورت که نتونه پیدا بکنه اون موقع ما پیغام نات فاند رو میزنیم. یعنی باینری سرچ رو ننوشتم، کلاس در واقع هدر فایل الگوریتم رو ابتدای برنامه مینویسم و از سورت و باینری سرچ استفاده میکنم. همینطور به طور مثال من اگه بخوام مرج سورت رو انجام بدم، مرتب سازی ادغامی، مثلا دو تا آرایه تعریف میکنم، حالا مثلا این دفعه با وکتور تعریف بکنیم، وکتوری تعریف میکنیم به نام مثلا آ که از جنس اینتیجر داده هاش
و مثلا میذاریم 1, 5, 6 سه تا عنصر رو داریم، یه وکتور دیگه تعریف میکنیم به نام B و شامل 7, 3, 1, 9 هستش. و حالا من میخوام این دوتا رو ادغام کنم بریزم توی آرایه جدید. و یعنی ادغام اینها چی باشه؟ و این دوتا رو اگه ادغام بکنی میدونی که میشه 1, 1, 3, 5, 6, 9. من یک چنین چیزی رو میخوام داشته باشم که حاصل مرج سورت ما این خواهد بود که این دوتا سایزشون با هم 7 هستش و من جواب در واقع باید در یک آرایه با 7 تا خونه بنویسم. و حالا خیلی راحت برای این موضوع میام سورت میکنم آرایه آم رو، آرایه آم از کجا تا کجا سورت شه، از ابتدا تا انتها میخوام سورت شه. همین کار رو هم برای بی انجام میدم و حالا مرج رو انجام میدم. 5 تا ورودی داره تابع مرج، برای آ میگیم از بیگین تا اندش، برای بی هم میگیم از بیگین تا اندش. و اینجا هم در نتیجه که میخواد بریزه تو سی، سی بیگین رو میدیم. پس این برای آ بیگین تا اندش، اینجا هم باز بیگین تا اند برای بی رو اینجا ما خواهیم داد، اینم که آ. و به این راحتی میتونه عمل مرج رو برای ما انجام بده و اگر بعد از این آرای سی رو نشون بدیم یک چنین چیزی خواهیم داشت. و ما خیلی الگوریتم ها داریم که کارامون رو بخوایم از استیل استفاده کنیم خیلی کارامون راحت میشه. و حالا به عنوان آخریش اگه بخوام خدمتون بگم میتونیم هیپ سورت رو بگیم. حالا بد نیست هیپ سورت رو یادآوری کنیم چطور اینجا کار میکنیم. باز یک وکتوری من تعریف میکنم، داده هاش اینتیجر، اسمشو میذارم مثلا آ، شامل مثلا اعداد 5, 1, 3, 4, 8. این اعداد رو من میخوام مرتب کنم به روش هیپ سورت. یادتونه چقدر مکافات داشت؟ اول باید یک هیپ بسازیم که با یه دستور به این سادگی make heap یه هیپ ساخته میشه. میگیم a.begin a.end، یک هیپ ساخته شد. وقتی که هیپ رو ساختیم حالا sort underline heap رو بنویسیم با همین ورودی بالا برای ما این کار رو انجام میده. یعنی به راحتی با سه خط ما heap sort رو نوشتیم، آرایمون رو تعریف کردیم، یه heap ساختیم و تابع sort heap رو صدا میکنیم. حالا اگه بعد از این شما محتویات آرایه آ رو چاپ بکنید ببینید که این اعداد رو به صورت مرتب شده داره نمایش میده. و من همه اینها رو براتون آماده کردم با مثال‌های مختلفی به نام STL که اگر اینجا نگاه کنید اول برنامه‌م این موارد نیاز هست رو اینکلود کردم، اری، وکتور، صف و پشته و لیست و حالا فوروارد لیست و ایتراتورمون و با مثال‌هایی که جدا شده با هم یه مقدار کارهای اولیه رو انجام دادیم. مثلا اول روی آرایه یا آرایه تعریف کردیم و بعد گفتیم حالا فرانتش چیه، بکش چیه، محتویات آرایه رو به کمک تکرارگر چاپ کردیم، یه وکتور تعریف کردم به این صورت و بعد با دستور پوش بک سه تا مقدار وارد وکتور کردیم و سایز و ظرفیت و فرانت و بکش رو چاپ کردیم و محتویات خود وکتور رو باز با یک تکرارگر مربوط به خودش چاپ کردم، با استک کار کردم، یه استک تعریف کردم با دستور پوش اعدادی و داخلش قرار دادم، سایز و تاپش رو گفتم چیه و بعد محتویات پشته رو بیرون ریختم. و اینجا هم برای لیست این کار انجام شده، یک لیست تعریف شده با پوش بک این مقادیر توی لیست ریخته شده، فرونت و بک لیست رو نشون دادم، لیست رو سورت کردم و بعد به کمک این تکرارگر اومدم محتویات لیست رو نشون دادم. و اینجا هم یک فوروارد لیست تعریف شده با دستور اساین مقادیری رو به در واقع لیستمون اساین کردیم، بعد یک عنصری پوش فرانت کردیم به ابتدای این سه نفر و الان لیستمون هست 1, 10, 6, 12 و بعد با این دستور محتویات لیست رو چاپ کردم و بعد یک ایتراتوری گرفتم که گفتم که
بیا مثل یک اشارهگر عمل میکنه دیگه. گفتم بیا دستور insert after رو صدا بکن و یعنی مقدار 2-3 رو بعد از اولین عنصر اضافه کن. یعنی اگر اینجا لیست من هست 1-10-6-12، این 2-3 بعد از 1 اضافه میشه و با این دستورم نمایشش دادم. تابع باینری سرچ رو که الان براتون گفتم اونجا نوشتم، تابع میل سورت رو اینجا میبینید بردار ای و بی و در واقع جوابش رو توی سی میریزیم و تابع هیپ سورت هم اینجا براتون آوردم که یک وکتور تعریف کردم، یه میک هیپ کردم، یه سورت هیپ کردم و بعد محتویات این بردار رو چاپ کردم. مثلا به طور مثال اگه اینو اجرا بکنید میبینید که اعداد 1-3-4-5-7 رو به من میده. یادتونم باشه که توی قسمت تولز کامپایلر آپشن که میرین اینجا این کلمه خط تیر STD مساوی C++ 11 تو قسمت جنرال رو بنویسید که بتونین از این امکانات استفاده کنید و اروری بهتون نده. و حالا من خیلی سریع خواستم فقط STL رو معرفی کنم، دلتون آب بیفته که چقدر خوبه شما از امکانات STL استفاده کنید و بعدا اگه علاقه داشتید سراغش برید.